هشتمین روز اسفند ماه برابر با 27 فوریه، روز امور تربیتی و تربیت اسلامی به منظور جلوگیری از آزادی اندیشه در مدارس و آموزشگاه‌های کشور و تقویت استیلای فرهنگی نظام جمهوری اسلامی بر اذهان کودکان و نوجوانان کشور، این روز با اتکاب نفوذ مروجان فرهنگ حکومتی به عنوان روز امور تربیتی و تربیت اسلامی نامگذاری شده است. روز ملی کشور دومینیکن. کشور دومینیکن در آمریکای مرکزی و در حوزه دریای کارائیب با جمعیتی در حدود 8 میلیون نفر، اغلب از نژاد دورگه سیاه و سفید، پیرو آیین کاتولیک، با زبان رسمی اسپانیولی که پایتختش شهر سانتو دومینیکو و واحد پولش پزو می باشد، نظام سیاسی این کشور جمهوری چند حزبی اعلام شده است. سال 887 خورشیدی برابر با 1509 میلادی، 9 سال پس از کشف برزیل توسط مکتشفان پرتغالی، سلطه دراز مدت پرتغالی ها بر این کشور آغاز شد. سال 957 خورشیدی برابر با 1579 میلادی، سرانجام پس از 2 سال جنگ، رشته جنگ هایی که با تعرض عثمانی ها به خاک ایران آغاز شده بود، با امضای پیمان صلحی میان دو کشور به اتمام رسید. بیشتر صحنه های این جنگ در قفقاز روی داد و سپاهیان ایران به فرماندهی حمزه میرزای صفوی در قره‌باغ، شماخی و دربند قفقاز سربازان عثمانی را شکست دادند. سال 1079 خورشیدی برابر با 1701 میلادی، آغاز جنگ های 6 ساله لهستان و سوئد که با حمله سپاهیان سوئدی به فرماندهی پادشاه این کشور به قلمرو لهستان آغاز شد. سال 1175 خورشیدی برابر با 1797 میلادی، بانک انگلستان با چاپ اسکناس 1 پوندی، پوند کاغذی را به جریان انداخت. سال 1257 خورشیدی برابر با 1879 میلادی، سرزمین ساخالین در شرقی ترین قسمت کشور روسیه در شمال اقیانوس آرام کشف شد. سال 1278 خورشیدی برابر با 1900 میلادی، حزب کارگر یا زحمتکشان انگلستان تأسیس شد. سال 1286 خورشیدی برابر با 1908 میلادی، محمد علی شاه که برای گردش قصد سفر به دوشان تپه را داشت، هنگام عبور از خیابان الماسیه مورد سوء قصد قرار گرفت، اما به شاه آسیبی نرسید. سال 1287 خورشیدی برابر با 1909 میلادی، محمد علی شاه قاجار پس از مخالفت‌های سرسختانه سرانجام با انقلاب مشروطه موافقت کرد. سال 1305 خورشیدی برابر با 1927 میلادی، لایحه کشیدن راه آهن سراسری به تصویب مجلس شورای ملی رسید. طبق این لایحه قرار شد هزینه این خط از محل عوارض قند و شکر تأمین شود.